سلام و وقتتان بخیر بیننده های خوب برنامه صبح و زندگی. خوشحال هستیم که باز هم در دومین گزارش در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همین از ما به چارقلای چاردی کابل آمدیم، داخل یکی از کلاب های ورزشی. امروز روز پنجشنبه است، یک تعداد از جوان ها هم از کار و وظیفه خود رخصت هستند، کسایی که مثلا پانتون میرن و یا درس خواندن میرن. امروز رخصتی جز مکتب های کابل رخصت نیست و یک تعداد ادارات غیر نظامی ملکی البته اونا هم رخصت هستن و تعداد جوان ها آمدن برای ورزش کردن. گفتیم بیاین که امروز در رابطه با موضوع برنامه از اینا بپرسیم. موضوع برنامه ما هدف است. ببینیم هدف از اینا از ورزش کردن چیست؟ هدف از اینا از برداشتن ای وزنه ها چیست؟ درست؟ اما یک تعداد را شما دیدین، خصوصا که اونا پرورش اندام کار کردن و یا ایست که فتنس کار میکنن، باز لباس های خیلی چست به پشت در آمی قسم قسم را میرنی گوش میکنن که مردم را بترسانن. اما یک تعداد کسای دیگه هستن که به خاطر صحتمندی خود کار میکنن، ورزش میکنن، فقط همه چیز زیر لباسشان است، نه ای که مردم را بترسانن، نه ای که بر مردم به شکل اشکال هویدا بسازه که من ولی ورزشکار هستم، بازوهای مکلان هست و یک قسمت شانه ایم کلان هست. اینی موضوعات بچه ها را میبینین که آمدن ورزش میکنن، همراه یک تعدادشان گپ میزنیم، استاد حرکت میره، هم یک حرکت برن باز همراهشان گپ میزنیم در مورد ازی که هدفشان از ورزش کردن چیست. هدف میتونه انسان به کجاها برسه، انسان به هدف به جای میرسه یا نمیرسه. در حالی که بزرگای روانشناسی و جامعه شناسی میگه انسان به هدف در حقیقت هیچ. هر انسان در زندگی خود باید یک هدف تعیین بکنه تا دنبال رو هدف خود باشه، تا به هدف خود برسه. اما یک تعداد کس ها نام خدا و استاد بسیار وزنه زیاده میره، نمیفهم چند کیلو است، حدود 100 کیلو ممکن که باشه. منتظر میمانیم که خلاص شد. استاد خسته نباشین، بیاین این طرف که ما شما قصه بکنیم. صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. خوشحال هستیم که امروز آمدیم به کلاب شما، خواستیم که همراه جوانایی که ورزش میکنه در گل و صبح ملاقات بکنیم، ممکن تا شام ما هم خوش باشیم. سلامت باش. سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های شما و خدمت همکارای شما. تشکر از اینکه تشریف آوردین. بسیار تشکر استاد. چند سال شما پرورش اندام کار میکنین؟ تقریبا حدودا 6 سال 7 سال میشه که من پرورش اندام کار میکنم. خدا داشته 7 سال خود رساندین. بله. استاد در ابتدا 6-7 سال پیش وقت شما شروع کردین به پرورش اندام، هدف اصلیتون چی بود از کار کردن و یا آمدن به کلاب زیبایی اندام؟ صحت و سلامتی. بله. انسان را خلق بتون. از ابتدا که ما شروع کردیم هم هدف ما صحت و سلامتی بوده، برای راست روان بودن بوده البته. بله. و این تا این سرحد رساندیم خود نگاه کردیم. بله. من بعدم خدا بزرگ هستن. تشکر. یک تعداد کسا بدون هدف میان ورزش میکنن، یک روز میان پرورش اندام، یک روز میرن جمناستیک، یک روز میرن بوکس، یک چیز دیگه. والا بود اشخاصا من فکر نکنم که هدف خاص در هدف خاص برای خود برسه. اگر مثال اگر بس سر سلامتی خودم فکر کنه، باید منظم به یک سپورت، به یک تمرین رو بیاره، یعنی یک هدف مشخص داشته، هدف مشخص داشته باشه. تشکر استاد، شما زنده و سلامت باشین. پیام کوتاهی بر جوانا دارین؟ بله، پیام هم هستن که جوانای عزیز صبح زود پیشین هر وقت که فرصت دارن بتونه به ورزش رو بیارن. ورزش صحت و سلامت است. سلامت باشید. قربانتون، بخیر باشید. بیننده خوب برنامه صبح زندگی، میبینین که جوانا کلشان مصروف حرکت رفتن زیبایی اندام هستن. زیبایی اندام، پرورش اندام در گذشته خیلی زیاد مردم کار میکردن، اما حال چیز دیگه برآمده به نام فتنس. به خاطر از اینکه اندامشون مقبول معلوم شود، زیبا معلوم شود، باز کوشش میکنن که فتنس کار بکنن. استاد شما میشه که بیاین، نام خدا، اندامتون هم خیلی مقبول است. سلام، صبحتون بخیر. سلام امون جان، خان صبح شما بخیر، صبح بینندگان تلویزیون آریانا بخیر. نامتون خدا معرفی کنین. عجب خان هستم، مسئول باشگاه. مسئول این باشگاه شما هستید؟ بله. بسیار زیاد تشکر. این کلاب هدف اصلیتون از ایجاد این کلاب چی بوده؟ هدف اصلی ما ازی بوده که یک زمینه ورزش با جوانا بتونیم مهیا کنیم، تا بتونیم که یک جوان خوب به جامعه تربیت کنیم،
که بیرق افغانستان همیشه بلند کنه در سطح جهان. بسیار زیاد تشکر. یک تعداد کسایی که کلب رو ایجاد میکنن هدف وجود نداره، سر به خود میره یک کلب جور کنه، یک دفعه شور نخود فروشی جور میکنه، یک دفعه یک کار، یک دفعه دیگه کار. یعنی شما هدف داشتین پیش از اینکه ایجاد بکنین کلب؟ بله، یا هدف ما بسیار بزرگ است. ما جوانای داریم که بخیر امسال به مسابقه استاد میکنیم، ان شاء الله بسیار امید داریم. بله، امید دارین که دستاورد میده شما؟ بله بله ان شاء الله. بیاین درباره از دیگه بزنین که شکم از چقدر وقتی قدر ساختین و این بازار چقدر وقت میشه کلان کردید که ما رو تشویق شید. حدود 8 ماه میشه من تمرین میکنم، 2 ماه میشه که در رژیم 100% هستم. رژیم 100% دیگه یعنی چی چیزا نمیخورین؟ مطلق شیرنی، چربی، نان خوش بند است. شیرنی، چربی، نان خوش. بجون نان خوش در افغانستان که چیز خورده میشه؟ میشه اگه بخواه انسان. والله آفرینتون، مرا شانهتون خوشم آمد. اگه امی شانهتون دور بتین و اگر حرکتون برین بر ما طرف امید. امید هستی؟ برین حرکت. خیلی مقبول، عالی عالی عالی. نام خدا، نام خدا. یک 8 ماه تمرین بکن، ما تو یک شانه برام میسازین انشاءالله بخیر. اگه کوشش خودتان باشه ما 100% همراهتون کوشش میکنیم که از این کار خوبتر شوین. بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر از شما امون جان. سلامت باشین. بیننده صبح زندگی هستین، جوانای دیگه همچنان مصروف ورزش کردن هستن اینجا. فقط امروز یک نفر دیگه شونو میخوایم گپ بزنم، پس از اون میریم به طرف استودیو. باز با شما خدافظی میکنیم. خب فقط امروز از این جوان میخوایم گپ بزنم، فکر میکنم تازه شروع هم کرده. سلام، صبحتون بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. صبح تمام. نامتون چی است؟ نام بدلا حکمت الله. حکمت الله، حکمت الله، حکمت خداوند. بسیار جا تشکر از شما. چند سال عمر دارین؟ من 18 سال. 18 سال هستین. مکتب میخونین؟ بله، یاسم 12 است. صنف 12 هستین. چقدر وقت میشه اومدین به این کلاب؟ تقریبا یک ماه میشه. یک ماه میشه. در یک ماه بازوهایتون کلان شده؟ کوشش. من احساس کردم زیر پوستتون تخم مرغ مونده. در خیلی. همتون هستی؟ نه. هدفتون از ورزش کردن، خصوصا هدفتون از پرورش اندام چی است؟ وقتی پرورش اندام میخواین کار بکنین، در آینده میخواین در مسابقه را پیدا بکنین یا صحتمندی و مقبولی بدنتون است؟ نه، مقبولی بدن و صحت. صحت خوب است که انسان صحتمند باشه و دور از عملهای بد که زیادتر در افغانستان مروج است و به این خاطر آمدیم. یعنی هدفتون این بود که صحتمند و سلامتی نصیبتون باشه و از گزند معتادا دور باشه. بله بله، صحتمند باشه. تشکر حکمت جان از شما. تشکر همچنان. بیننده صبح زندگی هستین، بسیار جان تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. انشالله که اوقاتتان خوش گذشته باشه با ما و آن هم آرام آرام میریم به طرف استودیوی صبح و زندگی. انشالله که گزارش های دیگه که روزهای دیگه براتون میداشته باشیم فراموش نکنین، همچنان سر بزنین به چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا، تمام گزارش های بنده در اونجا هست، شما ببینین. منتظر نظریات و انتقادات پیشنهادات شما هستیم. و حال هم در این روز پنجشنبه که اکثر مردم رخصت از در خانه های خود نشسته، ما آمادگی گرفتیم شما را بخندانیم. آقا بیادر ما را همکاری میکنه، در یک بسته تصویری ما را میخواد بخندانه. شما و آقا بیادر.